سلام همگی، چطورین بچه ها؟ امروز من خیلی هیجان دارم چون قرار برم دوربین بگیرم. راستش اگه بخواید اولین دوربین فیلم برداری عکاسی طوریه که قرار بگیرم و خیلی ذوق دارم دیگه. تا الان همه عکس و فیلمام با آیفون 7 بوده و دوربین بعدی هم نبودش راستش، ولی حس کردم که دیگه وقتی یه آپگرید بود و همونطور که از تایتل این ویدیو میبینین قرار برم کنن M50 بگیرم. حالا در ادامه این ویدیو هم بهتون میگم که چرا این دوربین. بقیهشم که دیگه این سیماش و شارژرش و آها باتری هم یه دونه داره. یه میکروفونم خریدم باش. به روز بعد خوش اومدین. من این باتریشو گذاشتم شارژ شد و ویدیو رو هم گذاشتمش روی منوال، چون حس کردم اگه رو اتومات باشه ممکنه یه ابری چیزی از اون پشت رد بشه، یکم طولانی مدت این تغییر نور قشنگ نباشه، بر همین کردمش منوال. میخواستم براتون بگم که چی شد من اصلا این دوربین رو گرفتم و از این همه دوربین فیلم برداری و عکاسی چرا کنن M50. راستش بچه ها اگه شما هم بار اولتونه دارین دوربین میگیرین، چون من بار اولم بود و قبل از یکی دو ماه پیش من اصلا نمیدونستم دوربین خوب چیه و اصلا تو فاز خریدن دوربین نبودم، بعد یکی دو تا سوال از دوستام آشناهام که این کار رو بودن پرسیدم، یکمی گوشم رو با اسم دوربینا و برندا و نوع دوربینا آشنا کردن، بعد اون دیگه خودم رفتم تحقیق کردم. پیشنهادم اینه که اگه شما بار اولتونه دارین دوربین میگیرین، بیان اول به خودتون فکر کنین که خب من این دوربینو برای چی میخوام؟ هدفم از خریدن این دوربین چیه؟ آیا میخوام باش عکاسی کنم؟ آیا باش میخوام فیلم برداری کنم؟ و حتی چه نوع عکاسی میخوام باش بکنم؟ چه نوع فیلم برداری میخوام بکنم؟ چون عکاسی با عکاسی فرق میکنه، فیلم برداری هم با فیلم برداری فرق میکنه. و بعدش برین تازه تحقیق کنین که کدوم شرکت های دوربین سازی این فیچرهایی که شما خیلی بهش احتیاجین و دارن تو دوربیناشون، بعد از اون میتونین خیلی راحت دوربینتون انتخاب کنین. یه سیستمی که این شرکت‌های دوربین سازی دارن اینه که اینا نمیان مثلا مثل شرکت اپل امسال آیفون 11 معرفی کنن و سال بعد بیان دوربینشو بهتر کنن، سیستم واترپروفی بهش اضافه کنن، بعد شما بگین که ایول مثلا آیفون 11 پرو یا آیفون 12 که بعدن میاد من میرم اون جدید رو میخرم. واقعا شرکت‌های دوربین سازی اینجوری نیستن، همه فیچرهای خوبو نمیذارن توی آخرین مدل دوربینشون. مثلا شما ممکنه که یه دوربینی مورد نیازتون باشه که اصلا سال 2015 معرفی شده باشه و شما نمیتونین بگین که اوکی من الان دوربین احتیاج دارم میرم مثلا اونی که سال 2020 معرفی شده رو بخرم. خب اینا رو داشته باشین. یه طرف من الان بهتون بگم که 5 تا علت داشت که من این دوربین کنن M50 رو انتخاب کردم برای کار خودم. علت اولم این بود که وزن این دوربین خیلی کمه،
چون این دوربین میرورلسه. میرورلس یعنی که اون آینه ای که دوربینای DSLR دارن تو بدنشون، این دوربین این آینه رو نداره، بر همین بهش میگن میرورلس. و همین آینه رو نداشتن باعث شده که حجم این دوربین خیلی کم بشه و از اون ورم وزنش خیلی کم بشه. و منم چون هدفم از خریدن دوربین این بود که برم مثلا توی مسافرت ها، توی ولاگایی که میخوام بیرون بگیرم، طولانی مدت اگه یه دوربین سنگین دستم باشه خب نمیشه، خیلی دستم خسته میشه و ممکنه مثلا اون فیلمی که میخواستم رو نتونم بگیرم. بر همین وزن این دوربین خیلی بر من خوب بود. دومین علت هم اینه که آتوفوکس این دوربین خیلی خوبه. مثلا این الان سیستمش تاچه، من الان رو صفحه بزنم وایسا، مثلا الان این فوکسه، خب الان من روی صفحه بزنم صورتم رو فوکس کن، من هر جا الان برم این دوربین قاعدتا نباید تصویر منو گم کنه و صورتم از فوکس در بیاد. در همین باز وقتی که بیرونم و دائم در حال حرکتم، ممکنه که مثلا یه تکونی بخورم، یه لحظه از کادر خارج بشم و وقتی برگشتم دوباره این دوربین خیلی راحت صورت منو دیتکت میکنه و دیگه لازم نیست خیلی نگران باشم که وای الان مثلا از فوکس در اومدم تصویر چه شکلی شد، خیالمو راحت‌تر میکنه. سومین علتم قیمتشه. راستش خوبی دوربینای کنن اینه که هم بدنه هم لنزای دوربیناشون خیلی قیمتشون مناسبه. در صورتی که الان دوربینای میررلس سونی خیلی داره با این جور دوربینا رقابت میکنه، ولی علت این که من سونی نگرفتم این بود که فقط بدنه دوربینش دقیقا قیمتش معادل کل این سیستمی بود که من الان خریدم، یعنی بدنه، لنز، میکروفون و SD کارت. از اون ور لنزای دوربینای سونی هم واقعا خیلی گرون‌تر از دوربینای کننه، ولی خب کیفیت اونم قابل انکار نیست، ولی برای من فعلا این مناسب تر بود. چهارمین علتی هم که من این دوربین رو انتخاب کردم این بود که این صفحه دیسپلیش قشنگ میاد این بغل و باعث میشه که من خیلی راحت خودم رو ببینم. مثلا یه وقت ظاهرم رو دوست نداشتم، یه وقت رنگش رو دوست نداشتم، خیلی راحت از این بغل میتونم نورش رو کم و زیاد کنم، میتونم خودم رو ببینم و اینا. ولی یه نوع دوربینای دیگه هم کنن داره به اسم M6 و M5. اینا صفحه دیسپلیشون یکیشون میاد بالا و یکیشون میاد پایین. بر همین همونجوری که دیدین الان میکروفون من میاد این بالای دوربین میشینه دیگه، و اگه من یکی از اون دوربینا رو گرفته بودم این صفحه دیسپلیش میومد بالا، باعث میشد که میکروفون نتونه اونجا بشینه و عملاً اون صفحه دیسپلی بی استفاده میموند. راه چارش این بود که یه پایه برای میکروفون بگیرم که بیاد این بغل، که خب حجم علکی زیاد میکنه و همین خیلی دوستش نداشتم. اون یکی هم که میومد پایین بازم برای من بی استفاده بود، چون من مثلا میخوام این دوربینو بذارمش روی ترایپاد یا بذارمش روی میزی، روی مثلا یه چیز تختی که مثلا بخوام اینو بذارم روش، عملا اون صفحه دیسپلی هم باز بی استفاده میشه. و همین اینی که میومد این بغلو خیلی من ترجیح دادم برای خودم. پنجمین فیچری هم که من خیلی دوست داشتم از این دوربین اینه که این دوربین هم بلوتوث داره هم وای فای داره. بر همین مثلا یه عکسی با این دوربین بگیرم خیلی خوشم بیاد ازش، میتونم خیلی راحت از دوربینم بفرستمش به گوشیم و همونو خیلی سریع توی اینستاگرام آپلودش کنم. بر همین خیلی باز این فیچرش هم دوست داشتم. راستی حالا که اینو گفتم پاشین یه سر بیاین صفحه اینستاگرام، اونجا منو فالو کنین. و اما اینطور هم نیست که بگیم این دوربین اوکی عالیه پرفکته، نه، بدیای خودش هم داره. یکی از بدیاش اینه که این دوربین سیستم 4K داره ها، میتونم 4K باش فیلم بگیرم، ولی یه بدیش اینه که میاد تصویر رو کراپش میکنه و صفحه خیلی کوچیک میشه، یعنی تصویرتون خیلی زوم میشه و یا باید دوربینتون رو خیلی دور کنین یا اینکه مثلا همین دیگه با دوربینتون خیلی دور کنید. ولی خب برای من خیلی این فیچر مهم نبود، چون من خیلی دارم نمیخواد 4K فیلم برداری کنم، همین 1080 کافیه و 1080 داشم خیلی خوبه. دومی بعدی هم که الان به ذهنم میرسه عمر باتریشه، که خیلی زیاد نیست، ولی خب اینم با خریدن یه باتری زاپاس کاملا قابل جبرانه و خیلی هم مهم نیست. سومی بعدیش این لنز کیتشه. راستش این لنزی که من الان گرفتم سر خود دوربین بود که کیفیتش 15-45 میلیمتره و برای من این لنز خیلی چیز نیست، خیلی مثلا شاخ نیست، ولی کار را بندازه میدونی. ولی برای چیز ولاگ من ترجیح میدم که یه ذره لنزش واید تر باشه و برای پورترم باز این زومش خیلی خوب نیست. یه لنز دیگه لازمه برای پورتره و
شات‌های واید. یکی هم تعداد لنزاییه که به صفحه اماونت میخوره خیلی محدوده. اماونت نمیدونم فارسیش چی میشه، اون صفحه‌ای که این لنز میاد توش قفل میشه. لنزای این خیلی محدودن، ولی با گرفتن یه آداپتور مخصوص میتونین لنزای DSLR بیان به همین دوربین وصلش کنین که اونم باز خیلی خوبه اگه اون آداپتور بگیرین. آپشن‌های لنزتون خیلی زیاد میشه و اونم واقعا خیلی خوبه. و اینم واقعا خیلی خوبه که مثلا لنزای این دوربین به دوربینای DSLR نمیخورن، ولی لنزای DSLR به این دوربین میخورن و اونم خوبه. امیدوارم که اگه شما هم دنبال یه دوربین جدید هستین این ویدیو به کارتون بیاد و ازش استفاده کرده باشین و خیلی هم خوشحال میشم اگه این ویدیو رو لایکش کنین و اگه سوالی داشتین حتما توی قسمت کامنت ازم بپرسین. و اگه میخواین کیفیت عکاسی این دوربین رو بگیرین یه سر به اینستاگرامم بزنین، اونجا تصمیم دارم که عکسای بیشتری با این دوربین بگیرم. و اگه هم میخواین کیفیت فیلما رو ببینین خب سابسکرایب کنین چون قرار ویدیوهای بیشتری با این دوربین بگیرم. تا ویدیو بعدی فعلا خدافظ.